ای عزیز تیم پلاس، سلام، وقتتون بخیر. به پاتوق این هفته خوش اومدین. قبل از اینکه من سوژه پاتوق این هفته رو لو بدم، اجازه بدین من یه چند لحظه از خدمتتون مرخص بشم. میام بعد و داستان رو خدمتتون توضیح میدم. میخوایم سورپرایزتون کنیم. یه چند لحظه به من اجازه بدین خدمتتون برسم. فعلا با اجازه. این لباس هندی بسیار زیبا پاتوق این هفته لو داد. ما اومدیم رستوران تندوری. چرا میگم ما؟ چون من فقط تنها نیستم، بلکه دوستای گل من از هندوستان اومدن و میخوایم غذای رستوران تندوری رو با هم تست کنیم. پاتوق این هفته رو از دست دادیم. که من امروز اینجا تنها نمیدم، آقای دوو هم باشگاهی عزیز من مهمون هندی بنده هستم توی رستوران تندوری. ناماستی. ناماستی توی زبان هندی همین سلام علیک خودمون میشه. yes, it's true. yes. آه فقط من اینو بگم که ایشون با خانوادهشون تشریف آوردن، به ما افتخار دادن، ولی یه پسر فوق العاده فول اف انرژی دارن و من نمیدونم چرا انگلیسی دارم سوال جدی شدم. یه پسر خیلی شیطون دارن، خانومشون رفتن که ایشونو یک ذره بچرخونه، یکم انرژیشون کم بشه. بعد So, Mr. Dabu, thank you very much for coming here. Thank you. So, thank you very much for inviting us. Speaking Farsi or English, which of them is better? I'll definitely, you know, love to speak in Farsi, but my Farsi is very, Farsi come, Baladi. So, your Farsi is like my English. Yeah. But it's a problem with Farsi. It's not very good. It's a problem that So, من ببخشید من انگلیسی فارسی قاطی میشه. من اولین سوالی که میخوام از شما بپرسم در مورد این داستان ناماستی. Yes. ناماستی. So what's the philosophy of ناماستی؟ See, they tell you know our even Farsi tradition or Indian tradition, both are defined with some scientific thought process behind it. So namaste, they tell that our nerve endings for our ears and eyes are here in this. So when you tell namaste, you are pressing the nerve endings which will actually trigger that your voice and the appearance of the person gets into your brain which you will not forget. So that is the thought process behind telling namaste. حالا تا اونجا که من متوجه شدم خدمتتون عرض کنم که میگن که یک فلسفه ای داره که وقتی شما به یک کسی ناماستی میگین به این صورت هست که هیچ وقت ایشون رو فراموش نمیکنه اون شخص رو، به خاطر این اعصابی که دو دستتون است از گوش و چشمش میاد و اون ظاهر اون شخص همیشه توی ذهنتون خواهم و مثل ما سلام و خداحافظی ندارن، هم جای سلام میگن ناماستی، هم جای خداحافظی میگن ناماستی. سوال بعدی که میخوام از شما بپرسم، حالا تا غذا آماده بشه میخوام در مورد فرهنگ هند صحبت کنیم. What's the most interesting things about Indian culture? Indian culture is kind of family oriented. We have close family links, we are family people, and same like how it is in Iran. Yes. خب مثل میگن که مثل ایرانی خیلی خانواده دوستن هست، خانواده دوست هستن، همه چیز به محور خانواده هستش و خیلی به هم نزدیک هستن. Yes, go on please. And if you look at Iran and India, we were closely linked traditionally and historically. Yes, historically. So میگن که به لحاظ هم تاریخی هم یه سری رسم رسوم یه شباهت و نزدیکی بین ایران و هند هست. And even I told you some of the kings have married from this part of, when you look at the history when you read the history of India, some of the kings of Indian kings are married from this part of the world in ancient days. اون قدیم الایام بود اینجوری بوده، گویا یک سری از پادشاهان هند از ایران زن میگرفتن و زنهای ایرانی میشدن ملکه هند. Okay. So what's the similarity between Iran and India? Anything? Yes, it's family. Family are, it's the same. When we came here, one of the things we felt was, we have same family culture as
what you have, you know, father, mother, it, as much as possible we try to stay together and you know. Yes, now things are little different. But یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اگه بخوام به مهمترین شباهت فرهنگ ایران و هند اشاره کنم، بحث خانواده. میگم پس جایی که امکان داره ما سعی می‌کنیم به خانواده‌مون و به خصوص به پدرمادرمون نزدیک باشیم و احترام بذاریم و مثل خودمون، حالا حتی یه سری تفاوت‌ها داره. Yes. Then you know food wise also we have a lot of similarities. Mm-hmm. I mean we both eat, I mean, especially southern part of India, mm-hmm. we also eat rice. Mm-hmm. Iran, you know, people eat a lot of rice. Mm-hmm. That is very similar. Yes, Indian food is little spicy compared mm-hmm. to Iranian food. But I feel that, you know, it could be the taste of the people have changed here. So the taste is, the food is changed according to the taste of Iran people. و میگن که خب برنج هم یکی دیگه از شباهت ها هست. اگه بخوام در مورد غذا صحبت کنیم، البته هندی ها گویا مثل ایرانی ها زیاد اهل برنج نیستن که دیگه به قول معروف دیس رو پر کنن و بزنن به بدن به قول معروف. این سوالی که میخوام ازش بپرسم اینه چه غذای هندی تون داره؟ Why the Indian food are so chili? So chili. I mean, خاطر خیلی تون مثلا انگلیسیش کرده چه so chili. اصلا خدمتتون در مورد نونهای مخصوص هندی، سه چهار مدل نون هست که پراتا پنجابیه، نان مخصوص قیمه نان و سبزی پراتا که شامل البته پراتا پنجابی نون کره‌ایه که مخصوص پنجاب هنده، از اسمش مشخصه. مجدداً سلام، از رستوران تندوری توی منطقه سعادت آباد داریم باهاتون صحبت می‌کنیم. حالا یه ذره داستان عوض شده. اولا از پشت صحنه که ما گفتیم شلوغی به من گفتن زبانت خیلی بده. ما خب از سرکار خانم عظیم خواهش کردیم ایشون تشریف بیارن زحمت ترجمه بگشن. آقای دیوار رفتم اون پسرشون که توضیحش رو تو بخش قبلی بهتون دادم برسن. خانومشون بزرگواری کردن و به ما اضافه شدن. نماستی. نماستی. و الان قراره که ایشون در مورد این نون‌ها توضیح بدن دیگه. خب ما در خدمت شما هستیم خانم آقای. خواهش می‌کنم. فقط ازشون بپرسید اصلا داستان و پیش غذا این نون‌ها چیه اصلا که صحبت بکنم. باشه. Okay, we would like you to please tell us a little bit about these dishes. They are considered to be starters, aren't they? Okay. As we have it usually with the curry, what you call it, it's not just a starter. You can have it accompanying your curry, can go with the main dish also. Mm-hmm. Okay. Yeah. در مورد این میفرمایند که این در واقع خیلی جنبه استارتر یا پیش غذا نداره، میتونه جنبه غذای اصلی هم تو میتونه در کنار کاری yes. با غذای اصلی هم سرو بشه و اما اون یکی ترکیبی هستش از غذای هندی یا نوع نون هندی و غذای ایرانی. الان نقش ها عوض شده دیگه، من نقش تیستر ندارم، خانوم آقای دبو قراره تست کنم و ایشون در مورد که این غذا چقدر خوشمزه است واسه ما توضیح بدن. قیافش خیلی هیجان انگیز است، احتمالا تستش هم خیلی عالی است. Looks very exciting. So yes, let me taste. The taste should be the same. We hope so. So how do you like it? Really good. Okay, so what's in it? Can you realize the ingredients? Yeah. Okay. This I guess is potato. Okay. With a mix of spices and it is, I would say, very much like the Indian mix of spices and yeah. What you have in a paratha, aloo paratha, what you call aloo paratha, so it is cumin, is that right? این غذایی که معرفی میکنم خدمت شما به نام ماتم بریانی که شامل گوشت گوسفندی پخته شده است به اضافه برنج کاری که فوق‌العاده خوشمزه است و اکثر مهمانایی که اینجا تشریف میارن از این غذا میل کردن و لذت بردن. این غذا رو که ملاحظه میکنید به نام جوجه تیکه است، خیلی خوشمزه است، نگران تندیش هم نباشید.
من توصیه میکنم. این برنج سبزیجات ماست که داخل چودن سرو میشه، سبزیجات فست به اضافه نخود فرنگی. و بین برنج هایی که ما هست دو مدل برنج من توصیه میکنم، یکی برنج سبزیجات که فوق العاده است، خوشمزه است و تند نیست به ایجوان، و یکی برنج کاریه که تنده ولی فوق العاده خوشمزه است. رسیدی به بخش خوشمزه ماجرا. این جمله من تو همه گزارشام میشنویم، به خاطر اینکه الان رسیدیم سر شام و یک میز فوق العاده هیجان انگیز، کل خانواده دوو دوره هم جمع شدن، یک بمبی هم اینجا ما داریم میبینیم که واقعا میتونه یک ساختمون رو منفجر کنه، اینقدر انرژی داره. یعنی در حد لالیگا که میگم لالیگا ها، یعنی در حد ال کلاسیکو خیلی شیطون این گل فسرده. الان چند ثانیه هست که سکوت کرده، قرار کل این خانواده دوست داشتنی با هم غذا رو تست کنن، ازش رو در مورد غذای این رستوران خوب به ما بگن. خانم آزین هم بزرگواری میکنن و ترجمه میکنن، بفرمایید. خب در مورد هر کدوم از غذا اولا توضیح بدن اگه میشه، فقط بگن که چجوری اینها، بگن این غذا کدوم غذا بیشتر توی هند معروفه و بعد تست کنن دیگه. Okay, would you please start introducing each dish and yes. tell us which one's the most famous in your country yeah. and then taste the food, the dishes one by one and just tell us your idea. Sure. Thank you. Yes, this is This is buti kebab. Buti kebab? Yes. This is chicken tandoori kebab. Chicken tandoori. This is mutton biryani. And this is dal. So in this dal makhni, in this, you know, chicken tandoori is very famous. In Kalimarufa, chicken tandoori. Yes. Biryani is kind of a common food across across India. Yeah, and dal is a, you know, everyday dish for most of the Indians. I mean. اکثر هندی ها خیلی این غذا رو دوست دارن، مثلا من هر روز میخورنش. احساس واقعیشون بعد از خوردن غذا رستوران تندوری به ما نشون بدن. Okay, please so tell us what each dish is like after trying them here. Yeah, and also you know this shows kind of what India is because. All this is not originated in India. Because India was ruled by, you know, Mughals and a lot of other British. You know, they tell that biryani came from, you know, Afghanistan. Kebab came from Afghanistan. It's okay. Continue. به خاطر در واقع استعمار انگلیس و مغولستان، تنوعی از غذاها از همون کشورها وارد هند شده. Okay. Yeah. من فقط یه نکته رو بگم. اصلا من همیشه غذا رو تست میکردم. حالا ما میخوام نظر خود دوستانمون رو در مورد غذای هندی بدیم. خودش میگه که این غذا واقعا چه طعمی داره. دوستان هم از من کارشناس‌تر هستن قطعا. هم که اونو بهتر این غذای هندی رو میدونن. پس نظر اونا قطعا بهتر از نظر من هستش. به همین دلیل که من مثل همیشه غذا رو تست نمی‌کنم. حتی خب یه ذره من از غذای تو فرقی هستم. It's very good. It's very, very good. I mean, this one you mean? Yes. I'm trying the other things, you know, but I started with this. It's very good. What about biryani? Did you like biryani? Biryani is really flavorsome. Uh-huh. Because I'm not eating any of the meat, but then the rice itself. Biryani is really delicious. Yeah. Yeah. من واقعا شرمنده هستم. قول داده بودم که غذا تست نکنم جلوی دوستان، ولی غذا خیلی هیجان انگیزه دیگه. ببخشید. خدایش کبابش که عالیه. یه کوچولو تنده. چون من اصلا تند دوست ندارم، واسه من یه کوچولو تنده. ولی طعمش فوق العاده است. به قول معروف میگن خوشنمک. حالا این خوش فلفله. یه لغت جدید. این هم گفتن What is this sir? Spinach. Okay, pasaj? No, spinach. I mean in پالک. آه پالک. این هم پالک گویا. یه چیزی که توش میگن اسپیناج و به من گفتن که تست کن حتما اینو. این هم باحاله.
توش اسفناج میگم به کار رفته، اینم یه کوچولو تنده ولی خوشمزه است. بازم من دارم میگم دوستانی که نگران تندی بیش از حد غذاهای هندیه، وقتی میان تندوری اصلا نگران نباشن، به خاطر اینکه رستوران تندوری خیلی تلاش کرده تا این تندی رو باب میل ایرانی ها باشه، درست کنه به قول معروف. یعنی غذا جوریه که مخاطب ایرانی و مشتری ایرانی هم از اون لذت میبره و اون تندی اذیتش نمیکنه. تا این غذا سرد نشه من بقیه‌اش رو امتحان کنم، ایشالا که از پاتوق این هفته با حضور من و دوستان هندیم لذت برده باشین. تا پاتوق بعدی، خدا.